مقامات محلی هرات از آغاز روند بازپسگیری زمین‌های دولتی توسط کمیسیون مبارزه با غصب زمین در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند بعد از طی مراحل قانونی 7 جریب زمین غصب شده مدیریت پاسپورت و احصایه این ولایت را بازپس گرفتند. با این حال برخی از شهروندان هرات از اقدام پسگیری زمین‌های دولتی استقبال می‌کنند. 7 جریب زمین غصب شده مدیریت پاسپورت و ریاست احصایه ولایت هرات پس از سپری شدن 10 سال از غصب آن امروز توسط کمیسیون مبارزه با غصب زمین این ولایت بازپس گرفته شد. مسئولان این کمیسیون میگویند 80% زمین های غصب شده دولتی شناسایی گردیده و روند قضایی و پسگیری آن نیز آغاز خواهد شد. تمام املاک دولتی شناسایی شده، حدودا بیش از 80% املاکی که غصب شده ما شناسایی کردیم و مابقی املاکی هم که شناسایی نشده کار روی از اونها جریان داره. ما در مرحله نخستین قرار داریم که شناسایی بوده و این برنامه دوم ما در مورد تخریب است و املاکی که سفید بودن خیلی مسترد شده. یک تعداد بیجا شده خودسرانه آمدن و شما طوری که به تصویر مشاهده میکنیم اینا آمدن به ساحه و ساحر اشغال کرده بودن. بعد از اینکه ما کمیسیون ایجاد شد به ساعت هرات و جناب مقام محترم ولایت هم تفویض صلاحیت کردن و ما به کار خوش شروع کردیم، بران شدیم که قطع به قطع اینا سابقه از اینا را از حساب ریاست محترم عرضی و شهرسازی و زراعت بکشیم و بر رویت اسناد اینا را از سر نو به ارگانهای دولتی تسلیم بدیم. در همین حال مسئولان ریاست عدلیه هرات میگویند از زمان به حکومت رسیدن امارت اسلامی از غصب صدها هزار جریب زمین در ولایت هرات جلوگیری صورت گرفته است. آنان میگویند هم اکنون هزاران دوسیه مرتبط با غصب زمین های دولتی در این ریاست طی مراحل عدلی و قضایی میگردد تا زمین های دولتی بازپس گرفته شود. مشکلاتی تا اندازه وجود داشته تا اینکه ادارات فعال شده، دوسیه های بسیاری تحت بررسی قرار گرفته و ملکیت های بسیاری بالای صدها هزار جریب زمین یعنی جلو غصب از اینا گرفته شده. با این همه برخی از شهروندان ولایت هرات از بازپسگیری زمین های دولتی استقبال کرده میگویند زمین های دولتی حق مردم و ملت افغانستان بوده و از حکومت میخواهند که در مبارزه با غاصبان زمین قاطعانه برخورد کنند. البته بسیار تعداد از زمین های دولتی غصب شده از طرف زورواکا، از طرف مردم زورمند، از طرف او اشخاصی که به دولت سابق یا سهم فعال داشتند. امیدوار هستم که هر چه زودتر غاصبین گرفتار و زمینهای دولتی که حق ملت حق دولت است به تسلط ملت دولت قرار بگیرد. هزاران جریب زمین و هکتار زمین دولتی غصب کردند و برای خود فروختند، آبادی کردند و کسی هم نبود از اونها پرسان کنه. الحمدلله حالی که زمینه مساعد شده پس دولت اقدام کرده برای بازپسگیری از اونها، یک اقدام بسیار به جا و شایسته و نیکه. ما از این اقدام استقبال میکنیم و حمایه میکنیم. مسئله غصب زمین های دولتی در ولایت هرات از چالش های عمده در 20 سال گذشته بوده است و کمتر مناطق این ولایت را میتوان یافت که از غصب توسط بعضی از اشخاص زورمند در امان مانده باشد. گفتنی است که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی، کمیسیون مبارزه با غصب زمین های دولتی متشکل از نمایندگان 8 ریاست در ولایت هرات تشکیل گردید که در رسان ریاست زراعت و مالداری این ولایت قرار دارد.